بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمتتون هستیم با بخش خبری خبر نور. نخست سرخط خبرها. مولانا گرگیج در مراسم نماز جمعه آزاد شهر نباید از تردد اهل سنت در داخل کشور جلوگیری کرد. گلایه مولانا عبدالحمید از عدم همکاری مسئولین برای حضور مهمانان خارجی در همایش دانش آموختگی زاهدان. کشته شدن 4 شهروند بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی دلگان. انفجار بزرگ در پایگاه نیروهای سپاه ایران و شبه نظامیان افغان در جنوب حلب. مولانا محمد سالم قاسمی دار فانی را ودا گفت. تداوم بازداشت دانشجوی سنندجی. سوریه و یمن مهمترین محورهای نشست سران اتحادیه کشورهای عربی. مولانا گرگیج در مراسم نماز جمعه آزادشهر گفت که نباید از تردد اهل سنت در داخل کشور جلوگیری کرد. از مسئولان خواست که علمای اهل سنت را آزاد بگذارند تا با شرکت در همایش‌های دانش آموختگی باعث مستحکم شدن وحدت ملی شوند. مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در مراسم نماز جمعه 24 فروردین با اشاره به ایام برگزاری همایش های دانش آموختگی طلاب مدارس علوم دینی بلوچستان اظهار داشت با پایان رسیدن همایش های دانش آموختگی بلوچستان نه آسمان به زمین آمد، نه حکومت تغییر کرد و نه امنیت کشور به هم خورد. پس عزیزان بر اساس سلیقه و توهمات عمل نکنند. ایشان افزود مسئولان علمای تراز اول اهل سنت را آزاد بگذارند تا در چنین همایش هایی حضور یابند و باعث مستحکم شدن وحدت ملی شوند. مولانا گرگیج با بیان اینکه برخی از مسئولین سلیقه ای عمل می کنند تأکید کرد نباید از مسائلی که کاملا قانونی است و سبب اختلال در امنیت نمی شود جلوگیری کرد و همچنین نباید در ورودی شهر زاهدان کارت‌های ملی شهروندان مصادره شود، چرا که این امر غیر قانونی است و باعث رعب و وحشت در میان شهروندان می شود. وی در ادامه گفت چنین رفتارهایی بسیار اشتباه است. مسئولان باید جلوی افرادی را بگیرند که سلیقه ای عمل می کنند. انسان‌ها حق زندگی آزادانه، حق نفس کشیدن و حق تردد دارند. این انصاف نیست که ما در صدد جذب توریست های خارجی باشیم اما هموطنان را از تردد در داخل کشور منع کنیم. عالم سرشناس اهل سنت کشور تأکید کرد ما مدعی آزادی در کشور هستیم ولی به علمای سرشناس اهل سنت حق سفر به سایر استانها را نمی دهیم. بنده قصد بازگویی چنین مسائلی را ندارم اما وقتی چنین محدودیت‌هایی را مشاهده می‌کنم نسبت به آن تذکر می‌دهم. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه اهل سنت در تاریخ 24 فروردین با اشاره به اثرات مثبت حضور مهمانان خارجی در همایش‌های دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان گفت از عدم همکاری مسئولین برای حضور آنها در این همایش دلگیر است. مولانا عبدالحمید در نماز جمعه هفته گذشته ابتدا از برگزاری 27 همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان ابراز خرسندی کردند و گفتند امروز در مراسم نماز جمعه مهمانانی ویژه و شخصیت‌های فرهیخته حضور دارند. جناب شیخ بلال سعید شعبان رئیس حرکت توحید لبنان، شیخ عبدالله عبدالناصر جبری رئیس حرکت امت در لبنان، شیخ محمد خضر امام و خطیب مسجد خلفای راشدین در طرابلس و استاد عمر ایوبی مدیر رسانه‌ای حرکت توحید لبنان از جمله مهمانانی هستند که قرار بود در همایش دانش آموختگی دیروز دارالعلوم زاهدان شرکت کنند. مدیر دارالعلوم زاهدان از عدم همکاری مسئولین در زمینه حضور این مهمانان در همایش گلایه کردند و گفتند ما از این بابت که مهمانان خارجی
نتوانستند در همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان شرکت کنند، از مسئولین گلایه داریم و انتظار داشتیم در این زمینه همکاری می شد. ایشان در ادامه به تأثیر حضور مهمانان خارجی در همایش دانش آموختگی زاهدان اشاره کردند و افزودند حضور مهمانان خارجی در این همایش علاوه بر وحدت امت اسلامی و تقریب مسلمانان در سطح جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود، اما به هر حال باز هم خرسند و خوشحالیم که این مهمانان توانستند در مراسم نماز جمعه زاهدان شرکت کنند. در جریان تیراندازی ماموران یک پاسگاه دلگان به یک خودرو 4 نفر از جمله یک کودک 3 ساله جان باختند. ماموران نیروی انتظامی پاسگاه دلگان شنبه 5 شنبه 23 فروردین 97 به سمت یک خودرو در دلگان تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی 4 نفر از جمله یک کودک 3 ساله کشته شدند. اسامی افرادی که در پی این تیراندازی جان خود را از دست دادند: مسلم بامری 27 ساله، معروف به ریاضی، حمزه بامری 18 ساله، یعقوب بامری 19 ساله و حسنا بامری 3 ساله احراز شده است. منابع مطلع از دلگان در این باره خبر دادند مسلم بامری کسی است که در بهمن ماه 96 در جریان اعتراض مردم ناشی از کشته شدن چند نفر از جمله زخمی شدن 2 زن بلوچ در دلگان با سنگ به پاسگاه دلگان حمله کردند. پس از آن واقعه ماموران تمام کسانی که به سمت پاسگاه سنگ پرتاب کرده بودند را تحت تعقیب قرار دادند و ریاضی هم از آن زمان فراری بود تا اینکه اخیراً به دلگان برگشته بود. زمانی که ریاضی به همراه خواهرزاده 3 ساله، برادر و دوستش در پمپ بنزین بوده، ماموران به سمتشان شلیک می‌کنند و هر 4 نفر کشته می‌شوند. این منابع تأکید کردند مسلم بامری معروف به ریاضی مسلح نبوده است. رسانه‌های داخلی، مسئولان امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدگان این واقعه از جمله حسنا بامری کودک 3 ساله سکوت کردند. گزارش‌ها که از آن دارد که در حومه حلب در محل تجمع نیروهای ایرانی و شبه نظامیان همراهش از جمله فاطمیون افغان انفجار بزرگی رخ داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه وقوع انفجار بزرگ را شامگاه شنبه 14 آوریل تایید و تأکید کرد که منطقه محل انفجار محل حضور نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای فاطمیون افغان بوده است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که این انفجار تلفات جانی هم داشته است، در حالی که برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع محلی از پرواز جنگنده ناشناس بر فراز این منطقه پیش از انفجار خبر دادند. مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که تا کنون نمیتوان از عامل حادثه با اطمینان سخن گفت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم در حساب خود در شبکه اجتماعی توییتر وقوع انفجار در جنوب استان حلب را تایید کرد. یک روزنامه اسرائیلی در سایت خود نوشت که یک جنگنده اسرائیلی پایگاه محل حضور نیروهای ایرانی را بمباران کرده است. این در حالی است که کمتر از 2 هفته پیش فرودگاه نظامی تیفور در استان همس هدف حمله هوایی قرار گرفت که طی آن دست کم 14 تن از جمله 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران کشته شدند. مولانا محمد سالم قاسمی مؤسس و رئیس دارالعلوم وقف دیوبند هندوستان ظهر دیروز شنبه 25 فروردین ماه در سن 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. ایشان از شخصیت‌های برجسته علمای هند بودند. مولانا محمد سالم قاسمی که فرزند ارشد قاری محمد طیب قاسمی رحمه الله و شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی طهانوی رحمه الله بود دیروز درگذشت. ایشان در سال 1948 میلادی از دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل شد. مراسم تشییع جنازه و تدفین این عالم و شخصیت برجسته شامگاه دیروز با حضور هزاران تن از علما
طلاب و عموم مردم برگزار شد، نماز جنازه به امامت مولانا سفیان قاسمی فرزند مولانا محمد سالم قاسمی اقامه شد. گفتنی است مولانا محمد سالم قاسمی رحمه الله جزو مهمانان و سخنرانان ویژه 15 همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان بود که در سال 1385 برگزار شد. عرفان ساعت پناه دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در اواخر اسفند ماه سال 96 به ظن مشارکت در برگزاری مراسم جشن نوروز در سنندج بازداشت شده است. علیرغم پیگیری دوستان و خانواده این دانشجو، کماکان اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. عرفان ساعت پناه دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در تاریخ 28 اسفند ماه سال 96 به ظن مشارکت در برگزاری مراسم نوروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده، با گذشت بیش از 20 روز از بازداشت آقای ساعت پناه، کماکان هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت وی حاصل نشده است. لازم به توضیح است جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می شود. مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می خورد، اما در مناطق کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سختگیری زیادی روبروست، به طوری که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه این مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می شوند. سران و هیئت‌های 14 کشور اتحادیه عرب امروز 15 آوریل در شهر زهران عربستان سعودی گرد هم آمدند و مهمترین نقاط مورد مناقشه قرار گرفته در مورد موضوع سوریه و همچنین یمن بوده. تحولات منطقه‌ای و رویداد مجدد نقشه راه جهان عرب منجر شود. بر اساس برنامه ریزی ها، موضوعات مختلفی در 29 دوره اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب مطرح می شود. اوضاع سوریه، بحران یمن و روند صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین مهمترین موضوعاتی هستند که در این نشست مطرح خواهند شد. علاوه بر آن، تلاش برای مبارزه با تروریسم و متشکرم که تا این لحظه با بخش خبر نور بودید. شب و روز بر شما خوش.